سیزدهم جمادی و با سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها مصادف بود. همزمان با سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها همسر گرامی امیر علی علیه السلام شیعیان در مجالس و تکایای مختلف به ازاداری پرداختند. در این روز شهرهای مقدس کربلا و نجف و حال هوایی دیگر داشتند. محبان اهل بیت علیهم السلام از نقاط مختلف دنیا و شهرهای مختلف عراق با حضور در شهرهای مقدس کربلا و نجف در قالب های عزاداری به سوگواری پرداختند و مقام شامخ مادر علمدار کربلا را گرامی داشتند همچنین به همین مناسبت مجلس سوگواری و عزاداری حضرت ام البنین سلام الله علیها مادر گرامی حضرت ابوالفضل علیه السلام با حضور جمعی کسی از شیعیان در حرم های متحر عباسی و حسینی برگزار شد. بیت مرجعیت شیعه آیت الله شیرازی مدزلوه نیز شاهد برگزاری مجلس عزا بود. در این مجلس عزاداری که با حضور شماری از علما، شخصیت ها و ارادتمندان به خاندان متحر اهل بیت علیه ما سلام برگزار شد، حجت الاسلام فاضلی طی سخنانی به گوشههای از شخصیت حضرت ام البنین سلام الله علیها پرداخت گفتنی زین آملی عاملی معروف به شهید سانی درباره حضرت ام البنین سلام الله علیها میگوید ایشان از بانوان با معرفت و پرفضیلت بود به خاندان نبوت محبت و دلبستگی خالص و شدید داشت و خود را وقف خدمت به آنان کرده بود خاندان نبوت نیز برای ایشان جایگاهی والا قائل بودند و در روزهای عید با احترامی ویژه به محضرشان می‌رفتند و به ایشان ابراز ارادت می‌کردند